بذار جان در زمینه یک مثالی رو شما در رابطه با مثال عامیانه ولی پرمعنی مطرح کردین در ارتباط با شخم زدن یک گاو و اون بند که در واقع از طریق اون بند نه اون گاو تربیت شده بود ولی به هر حال وقتی که اون نه در رفت یا به طوری به هر حال پاره میشه اون دیگه اصلا هیچ کس نمیتونه جلودارش بشه. تقریبا یک موردی رو می‌خواستی به این مثال مربوط کنی در دنیای هنر. در دنیای هنر نبود، در دنیای عمومی بود. بله در دنیای عمومی. خب همون مثال رو من می‌خواستم ازت خواهش کنم که ببین خدمتت که عرض میشه جناب سپهربند، من تا حدود 2-3 هفته پیش خیلی دوست داشتم اخبارها رو گوش بدم. صحیح. یه روز داشتم از اورنج کانتی می اومدم به طرف لس آنجلس، تو هم ترافیکم آهسته داشتیم می اومدیم و اینا، ساعت 3 بود، رادیو 670 گرفتم. بله مثلا اخبارش 3-4 دقیقه بود. بله. یه حساب کردم تو این 3-4 دقیقه گفت جمعاً در 24 ساعت گذشته، مثلا داشت میگفت در افغانستان، در عراق، در سوریه 86 نفر همچی چیزی مرده. بله. به خودم عهد کردم دیگه اخبار اصلا گوش ندم. چون بدتر حال آدم گرفته میشه. نمیشه آدم دنیای اطرافش بی خبر باشه. نه بالاخره با خبر میشیم، متاسفانه این خبر دیرتر. بله. ولی خب این چیزایی که الان شما از این ور اونور دنیا میشنوی، این دیگه اون نیه از دست خدا در رفته. آه. افتاده به دست اربابای دنیا. بر. به دست داعش هم نیفتاده، به دست اون ارباب داعش افتاده. داعش هم ولی نه داعش نه اون القاعده، اینا کیا بوده؟ اینا همینایی بودن اربابای دنیا که من و شما هم الان کنارشون داریم زندگی میکنیم، همینا درستشون کردن. بر. و فرستادنشون به جون مردم. حالا دست خودشون در رفته. از دست خودشون در رفت. هواپیمای بی سرنشین با سرنشین هم کاری فعلا نمیتونه انجام بده. نگاه کن مثلا هواپیما داشت میرفت مالزی. بله. رو هوا نشستن 2-300 نفر دارن میرن، یه دفعه میزنن چون مندازنش اصلا نمیدونم هیچ کس بگی کی زد کی نزد، یا هواپیمایی که ایران خودمون زدن اصلا نه در رفته. حالا اینو تو دنیای هنرم همین اونم شده. هست. اونم هم تو شده. در رفته. الان اینجوری که شنیدم شما خودت هم میخوای خواننده بشی، ایده در رفته یه همون نهه هسته دیگه. حالا این ور دنیا که خب الحمدلله چیزه. آقا من مزاح کردم. نه من چندین ساله میخوام این نه خیلی هم خوبه ولی هنوز پولش نیومده. خب میاد من چندین ساله میخوام. خب شما 50% موفقی، تلویزیونو داری، خرج تلویزیون نمیدی. خب آره اینم هست، اینو من قبول دارم. چون الان هم اگه بخواید DVD و اینا رو مرتب بدی پخش کنم باید بله دم تلویزیون رو دی دقیقا. اینجا ولی اینجا احتیاجی نیست، اینجا خانه هنره. خدمتت که عرض میشه تو این تلویزیون های این، من چون بسیار آدم روکی هستی. آره هم از یه خانواده میام که 300 سال بهش خان میگفتن. اصلا خشم از خاکی بودن و چه بودن، علفشم از افتادگی و نونشم نوکر همه هستم. و تنها تلویزیونی که همیشه با من همکاری داشته این حمید نازنین بود. آقای شبخیز من از طرف ایشون تشکر. قربان شما. از طرف ایشون تشکر. انشالله که واقعا مردمی ها، یعنی من تو برنامه هم هستش که در یکی از برنامه های تاک شو از خود حمید شبخیز دعوت کنم بیاد. ببینید تو دنیای بیرون در ارتباط با بعضی از مدیران تلویزیون ها یه برداشت های دیگه یه، و ولی واقعا یک ویژگی های حمید شبخیز داره، دوست داشتنیه، یعنی خیلی بیش از اونی که آدم فکر کنه. درسته من حمید شبخیز رو سالیان سال میشنم ولی دوست داشتنیه واقعا، به معنای اینی که اشاره کردیم. واقعا خاکیه. بله. واقعا مردمشو دوست داره، بینندهشو دوست داره. این تلاش که گفتم تلویزیون های دیگه، تلویزیون پارس پارس بله
برنامه احمد آزاد عزیز و نازنین، اونم همیشه لطف میکنه بدون دریافت هیچ نوع وچی آهنگا ما رو پخش میکنه. حالا که اینطور شد از فردا تمام تلویزیون رو دیلیتش میکنم. ولی شجاعه دیگه، خاکه تلویزیون هایی دیگه هم اندازه خودشون با احوال زحمت میکشن، لطف دارن، همکاری میکنن و واقعا هم بهستادم از خواننده های بسیار خدا رو شکر. نه من افتاده هستم با عزیزان، با خوبام، ولا از عقربم خیلی بهتر هستم. خدمتت که عرض میشه. حالا چرا بهت نمیاد که این مثال رو زدی؟ بذار خب دیگه، اگه یعنی پاش بیفته هستم. آره خدمتت نباشم که دیگه فایده نداره. بله چی میخواستم بگم یادم رفت. در مورد همین تلویزیون ها گفتم. نه تلویزیون ها رو که گفتیم تموم شد. آره میخواستم از برادر عزیزم آرتین جا خواهش کنم اگه میشه یه آهنگی پخش کنه به نام بخشش. آره کلامش مال آقای جانبخش پازوکی عزیز، آهنگ مال آقای جانبخش پازوکی عزیز، و گوش بده شعرش خوب. چشم، همه گوش بده. عجل آواز دهل سر نمیده، به کسی مهلت بیشتر نمیده، به آدم رخصت باور نمیده، بهتری هدیه به دلها عشقه، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده. تا کبوتر ننشسته جای قفس خوردنه، کفتر رفیق پرواز و آدم پر نمیده، دنیا رو یک دفعه فرصت دیدن داری، عمر یک بار، خدا عمر مکرر نمیده، حاتم تایی از ابتدا به بخشش رو آدمی بخشیدنی رو دم آخر نمیده، آدمی بخشیدنی رو دم آخر نمیده. عجل آواز دهل سر نمیده، به کسی مهلت بیشتر نمیده، به آدم رخصت باور نمیده، بهتری هدیه به دلها عشقه، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده، جان جانان به
کسی هدیه بهتر نمیده، آدمی بخشیدنی رو دم آخر نمیده، جان جانان به کسی هدیه بهتر نمیده. واقعا چه صدایی، اختیار داری، اختیار داری. اثری از آقای جانبخش پازوکی که واقعا من کاراشون رو دوست دارم. اسم آقای حیدری رو بردی، ازشون خبر تازه‌ای داری؟ محمد دیشب در خدمتشون بودم. راست میگی، دیشب افتخار اینو داشتم هم در خدمت جناب حیدری بودم هم در خدمت جناب پازوکی عزیز و نازن. آقای حیدری حالشون خوب؟ خدا رو شد. محمد جان خیلی خوشحال شدم. تلفن تام میگه که عوض شده، ولی من از شما میگیرم که حتما باهاش صحبت کنم. بهزاد جان، من شاهد بودم وقتی شما یک فعالیت هنری در یک مکانی دارید، انقدر مورد استقبال قرار میگیرید که این مدت ها شما در یک مکان هستید. بعد چی میشه یه مرتبه به یک مرحله میرسید، یا به هر حال نمیدونم طرفین هستش به این توافق میرسن، که اون فعالیت هنریتون رو متوقف میکنید با اینکه بسیاری مشتاق شنیدن کارهای شما هستن؟ نه، همچی چیزی نیست. اما منصور، من یه مدتی کابارت تهران بودم. بله، پنجشنبه ها. بله، مدت های زیادی هم همیشه سولداد بوده. بله. خدمتت که عرض میشه، حالا بعضی شباشم مثلا خلوتتر بود، بعضی شباش بود، یعنی همیشه سولداد نبود. خدمتت که عرض میشه، از ایران به آقای محسود زنگ زدم، گفتم که فلان روز من دارم میام، برنامه رو بگذار. به امیر بدخش گفته بودم. به امیر گفته بود که نه، بهزاد توی کنسرتی دیگه داره شرکت میکنه، همچه چیز دیگه. گفتم ولش کن دیگه، اصلا دیگه اصلا سراغش هم نرفتم. من الان 2 ماه توی شعله هستم. هم هر پنجشنبه شب. هر پنجشنبه شب. دو ماه اونجا هستم و 3 تا پنجشنبه دیگه من هستم و که بعدش هم دارم میرم شعله سانتا مونیکا. شعله وستفود؟ نه شعله سانتا مونیکا که سامان بسیار آقای مستشاری. اینم شما گفتی الان دارم. بله میدونم آقای مستشاری حالش خوبه. بسیار مطمئنی حالش خوبه. آگهیشو نمیده. من نمیدم چه چیزی. ببین، آگهیشو نمیده، نمیدونم چرا بس طوری رفتار کرده و طوری جا افتاده اونجا که پره دیگه. آره دیگه. بله. ولی به هر حال رستورانش رستوران بسیار خوبیه. بسیار رستوران خوبیه. جا داره که یک زیادی که نمیشناسن. ببینید، ما مسافر از شهرهای مختلف اینجا زیاد داریم. وقتی یک رستوران، چرا اکثر هموطنان از ما وارد میشن، یکی از شبهای هفتهشون باید کجا باشه؟ کابر تهران باشه. احتیاجی هم نداره، ولی این کار میکنه. درست. دلیل نداره که حتما اون شب. اتفاقا شعله شبای دیگه هم برنامه داره. شعله سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه. آره، برنامه داره. ولی اینا یه عده فکر میکنن صرف جویه، یه عده فکر میکنن اگر به تلویزیون ایران بدیم ممکنه تلویزیون. نه، من توی مایان نیستم اصلا. نیست. من دهنبین هست یه مقداری. نه باور کن دهنبین. نه اگه بود خیلی با من نمیتونست راحت بیاد، چون من میگم حالا. من پنجشنبه که دارم میرم اونجا حتما پیغام شما رو میرسونم. خودش هم که برنامه من نگاه میکنه. شما هم از الان هر پنجشنبه ای که هستین، این 3 تا پنجشنبه ای که من هستم در خدمتت هستم. قربونه برم، خیلی ممنون. بگم مهمان من باشی که قربونه بی خود برم. گفتم مرسی. چون شما هر کجا برید قربونت برم، خیلی ممنون. مهمان خود صاحب خونه هستی. مرسی. بذار جان، با توجه به اینکه شما عرض کردم خودتون هم اشاره کردید تشمیل میبرید و ایران میان، با چه جو این موزیک داخل کشورمون، چه در همون سبک سنتی و کلاسیک و یا در موسیقی پاپ چی میبینید؟ من کلن، شاید نظرم غلط باشه جناب سپهرم، قبل از صدا، قبل از آهنگ، من عاشق کلامم. و تو ایرانم خدا رو شکر رو کلام خیلی وسواس دارن. هم
خواننده ها و هم اون شورای شعری که ده. باید شعر ببرید مجوز بگیرید. خیلی کارا ایران دوست دارم. کارا ایران دوست داری؟ خیلی دوست دارم. خواننده های محمد اصفهانی، احسان خواجه امیری، سالار عقیلی. دقیقاً. بله. خیلی خواننده های خوب هست. بله. و کاراشون هم دوست دارم. اینها خواننده هایی هستن که مجوز گرفتن از تشکیلات وزارت مجوز دارن که میخونن. بله. میتونن. بعد اونهایی که بهشون مجوز نمیدن حالت زیرزمینی پیدا میکنه؟ بله دیگه. به اون صورت بله. حالت زیرزمینی پیدا میکنه. شما در انتخاب شعر اشاره کردید که بسیار نوست سنج هست. بله شعر دوست. یعنی اول باید اون شعر حال کنم باشه. در ارتباط با این که بسیار از خواننده های ما دارن شعرشون از عزیزانی که در ایران هستن انتخاب میکنن، دلیلش رو چی میبینید؟ آیا به خاطر ارزان بودنشه از نظر اقتصادی است، یا اینکه نه در اونها یک کلامایی هستش که حتی برای کسانی که اینجا روش پیدا کردن؟ خب میدونید که ما در زبان فارسی کسانی که در خارج از کشور هستیم به نسبت عزیزانی که زبان روزمرهشون هست ما کلمات فارسیمون به بیشتر از 500 یا 700 تا متاسفانه محدود شده، ولی اون ادبیات در داخل کشورمون بسیار زیاده، گسترده است. علت این که انتخاب میکنن اشعار عزیزان ما رو در داخل کشور از نظر شما چیه؟ آیا همون اقتصادی است یا کلامه؟ نه کلام هست، اقتصادی هم حتما دیگه روش فکر میکنن. و بله همون اقتصادی هست و همون کلامه. میخواستم یه چیزی بگم اون برش شما که انسان آره من هستم شجاعی هستی خیلی عزیزایی هم که اون ور هستن بر. چون مثل شاعرهای نازنینی که اینجا هستن نمیتونن همون لحظه پولو بگیرن. خب میگن باشه حالا شما فعلا شعر بده بعدش برات پول میفرستیم. حالا یه سال شد، دو سال شد، سه سال شد، چهار سال شد. یکی از بهترین خواننده های ایران با یکی از شاعرای همشهری خود من، یکی از بهترین شاعرای ایران هست، یه شعری بدون اجازه خونده بود. بله. و بعد از چند وقت اون شاعر زنگ زده بود بهش، چهار سال طول کشید تا $2000 واسش فرستاد. همه چی دست به دست هم میده که اون برای بیشتر انتخاب. یعنی به خاطر اینکه بعضی اون تعهدشون رو انجام نمیدن میگن حالا بهتره که فعلا ما میخونیم تا بعدش. آیا فکر خواننده های پردرآمد هم هست یعنی موفق اسمش چیه؟ حالا بعدا میگم. و اما یه نکته دیگه هم در این ممکنه پیوسته باشه با اون، اینه که آیا اون ترانه سرا یا اون شاعر نمیگه که حالا اگر این کار منو این چهره بخونه برای من تولید معروفیت میکنه و دیگر کارهای دیگر از اطرافیان میگیرم؟ آیا این ریسکش اینم هست؟ اینم هست، ولی اون شاعری که میگم در ایران بود احتیاجی به این مسائلی که حالا من یه کار رو بدم من مطرح بشم بخونه نخیر. نخیر. پس به این صورت هم یکی از دلایل هم این هستش که بعضیا اون تعهد اخلاقی خودشونو یک خانم شاعره نازنینی داشتیم متاسفانه خانم حیدر میگی؟ مریم حیدر زاده. بله بله. خیلی از خیلی که نه یه چند تا از شعراشو خونده بودن و آیه پولی چیزی نداده بودن تا از بعدش که یکی از عزیزامون که آهنگساز هست مسئول کاراش شد و این حرفا دیگه از اون به بعد هر شعری که ببینید چون بهزاد عزیز این مطرح کرد، من با خانم مریم حیدرزاده به شهادت آرشیو یک مصاحبه داشتم و الان هم اون مصاحبه در یوتیوب هست چون اشاره فرمودید دارم میگم. خانم مریم حیدرزاده در همین برنامه تاک شو گله این همین گله رو کرد. خب بس خدا شکر اسم خواننده رو برد. من به اون خواننده محترم که الان اسمش رو نمیگم زنگ زدم، گفتم آقای میم شما چرا پول این خانم مریم حیدرزاده؟ داشتی شب ازت گله می‌کرد، لطف کن
شما اگر بگین ادبیاتی که استفاده کرد که مستحق خودش هم هست، اتفاقا من با آقای علیزاده همین‌قاسمی چون دوست علیزاده همین‌قاسمی هم هستش پیغام دادم که به ایشون بگید که برن یک کلاس برای زبان ادبیاتشون بردارن. هستن، بله کاملا درست شما میگید و به همون دلیل بود که اشاره کردم که چرا بعضیا به محض اینکه یک مقداری صاحب نام میشن، صاحب میشن دور اطرافیان دور خودشون نمیبینن، کور میشن. همین خواننده روی استیجش بیشتر از اگه 10 تا آبجو نمیخوره نمیتونست بخونه. آبجو برای صدا خوبه، آب حتی خوب بوده که میخورده دیگه. و همین خواننده بود، آقا همین خواننده هستش که در دبی، ببینید وقتی پیش میاد آدم نمیتونه، منم که بارها گفتم، همین خواننده بود که در دبی برنامه میذاشتن آقای بهزاد عزیز و به ایشون میگن که آقا هموطنان عزیز از ایران آمدن میخوان با شما عکس بگیرن. میگه من بین اینا نمیرم، اینا تنشون بو میده. همین آقایی که خانم مریم حیدرزاده اسمش بود، اینا هستن، اینا هستن که سبب میشه که جامعه هنری به این صورت بعضیاشون خانه نشین بشه. به هر حال اینم در دل من بود. شما از اونجا صحبت کردید، منم از اینجا صحبت کردم. ان شاءالله که خداوند همه رو به راه راست هدایت کنه. ان شاءالله اگه اینو بخواد یادشون باشه، وضعش بهتر بود. همینجوری داره میره پایین. یادشون باشه که هیچ زمان نه جوانی میمونه، نه صدا میمونه، نه قیافه میمونه و باید طوری رفتار بکنیم که روزی روزگاری که اگر هیچ کدوم از اینا رو هم نداشتیم حداقل دو تا دوست داشته باشیم. زنده باش. دوست فقط علیرضا همین قاسمی نیست، 4 تا دیگه هم هستن. I love you علیرضا. بخیر علیرضا، بسیار خوبیه. و اما اینکه شما چگونه شدش که یک آلبومو با خانم شهلا سرشار ارائه دادی؟ خدمتت عرض میشه یه روزی در خدمت جناب پازوکی بودم. خانم سرشار هم تشریف آوردن و عموجی صحبتی کردیم و یه حرفا گفتم که عمو جان بخش یه شعر آهنگی درست کن که من و شهلا جون با هم بخونیمش. جناب پازوکی هم با بزرگواری که همیشه داشتن به بنده حقیر گفتن باشه و بعد از یه هفته در روزم گفتن کار آماده است و رفتیم گوش دادیم و کار بسیار کار خوبیه. در یه سی دی هست به اسم بیا با هم بخونیم. چه جالب. و تنظیم بسیار بسیار زیبای آقای کاظم عالمی نازنین و از همیشه سلام میکنم بهش. شعر آهنگم میخوای اون پخش کنی؟ خواهش کنم. آقای آرتین عزیز واقعا براو، هم به شما، هم خانم سرشار، هم جناب پازوکی و کاظم عالمی عزیز. رضا جان، شما وقتی یک آلبومی رو منتشر میکنید و در اختیار یک کمپانی قرار میدید، بحث چجوریه؟ ویدیو، آدیو، اینا مربوط به خودتونه دیگه؟ یعنی ویدیویی که شما تو نه 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 این خدمت اعتراض میشه، همین کارهای سی دی بیا با هم بخونیم، این ویدیوهاشو خود ترانه. آها، ولی اونهایی که در اختیار خودتونه چی؟ مربوط به خودتونه؟ مثلا تو همین گفتگوهای ما؟ بله. همش که مربوط به ترانه نبود؟ نخیر نخیر، اون یه سی دی خوندم همین چند وقت پیشا به اسم حرف مرد. بله. که اون رو رفتم اتفاقا بدم به ترانه و کلتکس، اینا مجانی خواستن. بله. گفتم بالا پایین کردم، گفتم نه مجانی چرا بدم به اینا. بله. دوستم داشتم هر چه زودتر این کارا بیان بیرون. بله. یه سازمان خیریه در همین لس آنجلس هست که دوست عزیزم آقای سینا بیات در رادیو 670 و چند نفر دیگه که رفتم تحقیق کردم ببینم چه جوریان و خودم توشون هستم که یه چند تا کار خیلی خیلی مهم انجام دادن. سی دی رو دادم به اینا، گفتم که انشالله فروش بره یه دلار، دو دلار، ده دلار، زنده با خرج جای خوب خوب بشه. ده. بهتر از اونی که کمپانی ها بخوان مجانی بگیرن. متاسفانه بعضی از کمپانی ها خب اونا هم چیزن. جناب سپروند ببین، الان یه آهنگ میاد بیرون روی اینترنت و اینا فوری مردم ضبط میکنن و آخه همین ببینید مضحک قضیه، فاجعه
این جریان اینه. فرض بفرمایید این موزیک ویدیو رو به قول فرمایش شما اینو مردم ضبط کردن و دیویدیش هم دارن و توی هر جام که لازم هستش تو آیفونشون هم گذاشتن. ندارم فرض بفرمایید بنده از آقای بهزاد دعوت میکنم که برای این گفتگو بیام صحبت کنیم، خب از این کمپانی یا از اون کمپانی دوتا موزیک ویدیو پخش شده، خنده دارترین و فاجعه قضیه اینه که کمپانی میاد اینو به یوتیوب اینو اکسکلوسیو خودش میکنه. حالا مردم رفتن اونجا آردی اون کارو دانلود کردن، ولی این موزیک به هر حال وقتی که با یک کسی شما دارین مصاحبه میکنین درصد اون کار آهنگ به مراتب کششی پیدا میکنه، جو داره، درست. صحبت داره، چفت و چست، به هر حال یک حالتی رو پیدا میکنه در بیننده اثر میزه. مضحک ترین کاری که لازم، البته به هر حال ساکت هم نخواهیم نشست، که آمدن اینو با علم به اینکه همه مردم در دستش رو هستش میان این مصاحبه که شده که این کارشون رو که حالا یا در اختیار خود خواننده بوده که شما اشاره کردید بردن دادید یا خودشون میان اینو برای یوتیوبش اکسکلوسیو میکنن. خب این آقا این کار شما بچگانه است، این کار شما واقعا اسمش واقعا شرم‌آوره و این کار واقعا شرم‌آوره. اون کمپانی است، من برم ازشون خواهش کنم. آخه مثلا آقای مسعود امینی اومده یه کاری رو در ارتباط با آقای امید گذاشته، از اون بعد خب باز خدا حفظ کنه پسر آقای آبادانی آرمین به حال بهش گفتیم گفت چشم. آخه ولی یه کسی که میگه آقا من 50 سال تو موزیک ایران کار نمیتونی، این کارت شما خیلی فجیعه، واقعا یه کار احمقانه ای این کار شما، خیلی ببخشید من بینندگان عزیز میگم، ولی بعضی از این کارها این کارو میکنن و به خاطر اینکه منافع خودشونو میخوان داشته باشه. حالا تازه کمپانی هم ایشون اومده کار مجانی، مؤسسه رو نمیگم مربوط با رفته داده، اونم میان خودشون این کارو انجام میدن. آقا اون مال اون مال اون خواننده است، شما دیگه چرا؟ اینم درد دل من فقط شما درد دل نمیتونید دو تا درد بشه فقط شما نمیتونید درد دل کنید. به اساس یه کار بسیار بسیار شیکی رو انجام دادن و اون اینه که واقعا به عنوان یک خدمات رسانی یک مؤسسه نرسینگ رو شما ایجاد کرد. چطور شد بهزاد هنرمند؟ نه این یکی از فامیلای من بر. خانم دکتریه بر. از بچه خانهای شیراز بر. شما با خانه همش در طرف اینا خب دیگه کبوتر با کبوتر باز با باز ما رو آشنا کن خدمتت یرز میشه گفتن که میخوام یه سازمانی رو باز کنیم و یه دفتری باز کنیم و این اجازه رو به من دادن که ما هم در خدمتشون باشیم. بله بله چقدر سازمان هوم هلتیه که بله. نرس میفرستن خونه عزیزایی که احتیاج داشته باشن. خانم دکتر امی، خانم دکتر امی، امی. بله. شما تلفنشون بگیرین که من میخوام بهشون زنگ بزنم آگهی اونجا رو بخوام بگیرم. اول ها آگهی رو میخواین؟ آگهی حتما، اون دیگه احتیاجی بود اون نیست، خود من راجع به اون قسمت آگهی اول کت خدا رو ببین. خب آی بزن خواه به حال پس ما در این مورد با خانم دکتر خدمتت که عرض میشه تو اشکال کار من با این تلویزیون آقای حمید شبخیز اینی که من هر کاری داشته باشم مجانی انجام باید بدم. حالا نمیدونم حالا چون از قانون من میای ما پول میگیریم از از هم باش شما این روز فعلا پول من بدیم هم بارم اینجا قرار بود یه ساعت فلوت باسم دو ساعت خودم دیدم گل کرد نمیدونم در خیمت به همه بزرگم خیلی ممنون به حال اگرم کاری از دستمون برمیاد ممنون سلام رو با آقای محمد مستشاری قرار شد برسید حتما احتیاج هم نیست بخوام دکتر زنگ بزنیم بعد خود شما رو ببینیم خیلی ممنون میشم و یک آهنگ دوستم به نظر خودت در آخر برنامه پخش کنی جان حرف مرد مثل حرف مرد حرف مرد حرف مرد یکی حرف مرد آرتین جان من قبل از میخوام الان خداحافظی کنم تا حرف مرد رو بزنی یک بار دیگه اون مورد با اجازه شما بهزا جان اگر دوستی آشنایی شما داری خواهش کنم معرفی کنی والا کار خوانندگیش که این باشه دیگه گویندگیش معلومه ولش کن بذار برن زندگیشونو بکنم
عرض کنم که محدودیت نداره به تعدادی گوینده خانوم، واقعا محدودیت سنی نداره، از کوچیک تا بزرگ هر سنی دعوت دارم میکنم به همکاری برای همین تلویزیون در یک برنامه. خواهش میکنم برای تعیین وقت در این هیچ محدودیت سنی نداره، خانوم، آقا، کوچیک، بزرگ، با تلفن کد 818-343-1616 تماس بگیرید. و به استاد عزیز یک دنیا ممنونم، خیلی لطف کردید. خواهش میکنم به پدر بسیار سلام برسونید. خواهش میکنم و خوشحال شدم در خدمتتون بودم و از این طریق تونستم عرض سلامی خدمت بیننده های خوب تلویزیون شما بکنم. آقا خیلی لطف کردید، تشکر میکنم. میریم به حرف مرد. آرتین جان یک دنیا ممنون از همکاریت. دقیقاً آرتین از آرتین هم تشکر میکنم و از شما عزیزانم خداحافظی میکنم. بای بای. نگو که دوستم نداری که باورم نمیشه، مگه نگفتی عشق ما موندنی همیشه، گفتی بگو دوست دارم، گفتم که من فداتم، تا وقت جون سپردنم اینو بدون با هاماتم، محبت تو از دلم هرگز جدا نمیشه، از قدیم گفتن حرف من هیچ وقت دوتا نمیشه، خیال نکن که عاشقت تنها یک گل حبت عشق تو، چون کبوتر و قلب من یک قفس بود، عشقت برام نفس بود، عشقت برام نفس بود. بهونه کردنای تو برای من عجیبه، شاید میون عشق ما یکی برام رقیبه، ای کاش که مرد زندگیت جز من کسی نباشه، اگر که باشه عاقبت نفرین من باشه، محبت تو از دلم هرگز جدا نمیشه، از قدیم گفتن حرف من هیچ وقت دوتا نمیشه، خیال نکن که عاشقت تنها یک گل حبت، عشق تو چون کبوتر و قلب من یک قفس بود، عشقت برام نفس بود، عشقت برام نفس بود. محبت تو از دلم
شب هیچ وقت دوتا نمیشه. عشقت برام نفس بود، عشقت برام نفس بود، قلب من یک نفس بود، عشقت برام نفس بود.